انتظار میره ارزش صنعت بازی‌های بلاکچینی تا سال 2024 به مرز 200 میلیارد دلار برسه. عملکرد این صنعت همواره بالاتر از حد انتظار بوده. بازی‌های بلاکچینی درآمدزا علاوه بر اینکه یک کاتالیزور مهم برای پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال هستند، در گیم فای هم رواج زیادی دارن. به گزارش تریپل ای، کل درآمد حاصل از بازی‌های بلاکچینی از 321 میلیون دلار در سال 2020 به 1.5 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش پیدا کرده. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به صحبت درباره نقش مهم بازی‌های درآمدزا در پذیرش ارزهای دیجیتال بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. امروزه بازی‌های ویدیویی مبتنی بر بلاکچین زیادی ظهور کردن و شاهد تأثیرشون بر صنعت رمزارزها بودیم. با ظهور مفهوم NFT یا همون توکن غیرمثلی و دارایی‌های دیجیتال منحصر به فرد مربوط به محتوای داخل بازی‌های کریپتو، بازیکنان میتونن ضمن سرگرم شدن رمزارز یا توکن‌های NFT دریافت کنن و سپس اونها رو برای کسب درآمد بفروشن. آمارها نشون میدن که بازی‌های مبتنی بر بلاکچین 22.1 میلیون کیف پول فعال منحصر به فرد رو در 3 ماهه اول سال 2022 جذب کردند. در این بین بازی‌های محبوبی مثل اکسی اینفینیتی و دسنترالند تعداد 22,000 مورد از این کیف پول‌ها رو به خودشون اختصاص دادن. وعده مالکیت غیر متمرکز، فرایندهای تصمیم‌گیری جامع و انگیزه های مالی جذاب از عوامل اصلی جذب گیمرها به بازی های P2E هستند. اکسی اینفینیتی یه بازی مبارزه‌ای ساخته شده توسط کمپانی اسکای میویسه. بازیکنان به حداقل 3 جانور کوچیک مخصوص این بازی به نام اکسی برای آغاز مبارزه نیاز دارند. از اونجایی که هر اکسی قدرت منحصر به فرد خودش رو داره، این بازی کریپتو مبتنی بر بلاکچین اتریوم استراتژی محوره و از لایه‌های تاکتیکی قوی تشکیل میشه. بازیکنان در اکسی اینفینیتی میتونن با ترکیب قدرت اکسی‌ها استراتژی‌ها رو ایجاد کنن تا پیروز میدان مبارزه با دیگر بازیکنان باشن. در فضای کسب درآمد با بازی ارز دیجیتال، حالا اکسی اینفینیتی پرچم داره. دسنترالند خودش رو به عنوان یک پلتفرم واقعیت مجازی قدرت گرفته از بلاکچین اتریوم توصیف کرده که به کاربران اجازه ساخت، تجربه و کسب درآمد از محتوا و اپلیکیشن ها رو میده. در این دنیای مجازی کاربران با خرید تکه‌های زمین به ساخت و ساز و سپس کسب درآمد ارز دیجیتال به وسیله خرید و فروش اونها می‌پردازند. هر از گاه خبری درباره فروش قطعی زمین در این بازی کریپتو سوار روی بلاکچین اتریوم به قیمت چند صد هزار دلار و حتی چند میلیون دلار شنیده میشه. گیم فای همونطور که از اسمش پیداست ترکیبی از بازی و اقتصاد غیر متمرکزه. در واقع این بازی ها با بهره‌گیری از تکنولوژی بلاکچین به کاربران اجازه میدن از تجربیات بازیشون درآمد کسب کنن. قابلیت کسب درآمد یکی از ویژگی های اصلی این مدل از بازیه. بازی های سنتی مدل های تجاری متمرکزی دارن که در اون تولید کنندگان حد اکثر سود رو برای خودشون برداشته و دارایی های درون بازی قابل مبادله نیستن. در این بازی ها گیمرها شانس چندانی برای درآمدزایی ندارن. همچنین کنترل کامل توسعه و تأمین دارایی های درون بازی و شیوه استفاده از اونها
در اختیار استودیوهای بازیه. در طرف مقابل بازی‌های P2E بر اصل تمرکز زدایی تاکید دارند و به گیمرها اجازه میدن که به ازای دستیابی به اهداف تعیین شده در بازی، پاداش‌هایی بر حسب ارزهای دیجیتال دریافت کنند. گیمرها همچنین آیتم‌های درون بازی رو مثل آواتارها، سلاح‌ها، حیوانات خانگی، زمین و غیره رو در قالب توکن‌های غیر قابل تعویض یا NFT حفظ می‌کنن. بنابراین گیم فای مالکیت واقعی دارایی‌های درون بازی رو تضمین کرده و در عین حال امکان خرید و فروش اونها در بازارهای ثانویه رو فراهم می‌کنه. با سرمایه‌گذاری‌های متنوعی که قول‌هایی مثل اپیک گیمز و یوبی سافت برای توسعه بازی‌های بلاکچینی انجام دادن، هر روز بیشتر ثابت میشه که گیم فای تونسته با ادغام بازی و امور مالی غیر متمرکز تعامل با ارزهای دیجیتال در حوزه سرگرمی رو افزایش بده. به عنوان مثال بازی‌هایی مثل فوتا در تلاشن که تجربیات همه جانبه تری رو از بازی‌های بلاکچینی ارائه بدن. فوتا یه بازی نبرد آنلاین چند نفره 3A با دنیای فانتزیه که نژادهای مختلفی در اون سکونت دارن. این بازی با استفاده از NFT ها مالکیت دارایی‌های دیجیتال رو فراهم کرده و به کاربران اجازه میده دارایی‌های ارزشمندی رو از طریق بازی جمع‌آوری کنن. اقتصاد درون بازی فوتا به گیمرها اجازه میده که با رقابت در مسابقات و تورنمنت‌ها درآمد کسب کنن. متاورس فوتا، مایکروسافت مش، اولین پلتفرم جهان که از واقعیت مجازی پشتیبانی میکنه رو در بازی خود ادغام کرده. این موضوع از طریق کمرنگ کردن مرزهای دنیای مجازی و واقعی، تجربه‌ای فراگیر رو به کاربران ارائه میده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید نظر شما در مورد بازی های بلاکچینی چیه؟ و آینده این بازی ها رو چطور میبینید؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.